سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حمله هنگام قاضیانی، بازیگر خوب کشورمون، به حکومت و سرکوبگران دولت میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. هنگام قاضیانی، بازیگر ایرانی، مدتی به هنر موسیقی و خوانندگی روی آورده و قطعاتی با همراهی سایر خوانندگان منتشر کرده. اما جدیدترین خبرها حاکی از اون بود که این هنرمند یک گروه موسیقی بانوان رو به نام خودش در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت کرده و قراره که دیما با همراهی این گروه در تالار وحدت روی صحنه بره. هنگام قاضیانی هم از جمله بازیگرانی بود که در پی خیزش سراسری بعد از فوت مهسا امینی از مردم و معترضان حمایت کرد و کنار مردم ایستاد و با متن‌ها و استوری‌های خودش در فضای مجازی خودش رو در کنار مردم تصور کرد. این بازیگر ایرانی در واکنش به خودکشی یلدا آقا فضلی استوری منتشر کرد و نوشته بود: خودت را کشتی چون روحت را کشته بودند. به آن آزادی بعد تجربه آن بازداشتگاه‌های مخوف انقدر ویران بودی؟ خواهرکم، کاش حرف می‌زدیم، زخم‌هایت را می‌بوسیدم و بغلت می‌کردم. کاش می‌موندی عزیزکم. او همچنین در مورد اتفاقات اخیر کشور در مورد صحبت‌های آقای جهرمی هم نوشت: نمیشه به یک جامعه مدام سیلی زد و بعد گفتگو خواست. حالا گفتگو می‌خواین؟ به جای گفتگو جوانها رو نکشید، نوجوانها رو، دانش آموزان رو. به جای اینجا اونجا دور گشتن برای گفتگوی بازم یک طرفه، حسین رونقی رو شکنجه نکنید، حکم اعدام بچه هامون رو به رخ نکشید. وای بر مسلک و آیین شما. مشهد شهر مذهبیه، خیلی موانع داره، اما مردمش چه با وجدان ایستادند. خانم بازیگر همچنین در مورد تجمع اعتراضی مردم در حمایت از حسین رونقی در بیمارستان هم نوشت: دیشب اطراف بیمارستان دی رنگ خون داشت. شاید چشمان من پر از خون بود. حسین زمانه تنها نبود. ما کنارش بودیم و صداش کردیم. چقدر مردم عاشقی داریم و با غیرت، و دیشب دوباره این همدردی رو به چشم دیدم. دلامون خون بود. بغض داشتیم. و اما روی سخنم با توست، تویی که خدا بهت شهرت داد، مقام داد تا صدای مردم باشی. اگر این 68 روز لال موندی، قدم جلو نذار، چون اصل مطلب این روزا بود که مردم رو تنها گذاشتی. شرم بر وجدان و روحت. انقدر حسین رونقی ما رو جا به جا نکنید. انقدر مردم رو از این بیمارستان به اون بیمارستان آواره نکنید. ما کوتاه نمیایم. بیشتر از این خشمگین ما نکنید، چون این خشم عقده گشایی نیست. انتقام تمام ارواح و جانهایی است که زنده به گور کردید. هموطن دایرکت زیاد دارم، تشکر لازم نیست. من وظیفه انسانیم رو انجام دادم و دیشب کنارتون بودم. گفتنیه که بعد از حضور پرویز پرستویی و گوهر خیراندیش در مراسم اکران فیلم داستانهای 1001 روز در لس آنجلس که با حواشی زیادی روبرو بود، در جواب برخی ایرانیان مقیم آمریکا خانم بازیگر گفته بود: متاسفم که ایرانی علیه ایرانی قیام میکنه. این همه بازی و دروغ علیه دو پیشکسوت که برای هنر و فرهنگ ایران جان و جوانیشان را گذاشتند. این آدمهایی که به گوهرجان خیراندیش و پرویزخان پرستویی میگن مزدور، اونم خارج از خاک ایران، خودشون مزدور هستند. این بازیگر همچنین در خصوص اتفاقات اخیر به دنبال استوری ترانه علی دوستی با عکس یکی از بازیگران فیلم برادران لیلا که ادعا شده متهم به آزار جنسیه، واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی پدید آورد هم نوشت: زیبا نیست آدم‌ها رو بی آبرو کنیم با پست‌های متعدد و استوری‌ها و بعد خودمون عکس همون شخص رو استوری کنیم. مردم هوشمند رو گیج نکنیم، کار جالبی نیست. شک ندارم شما همکاران عزیز که این متن رو میخونید دلتون میخواد سوال کنید چرا و نگران از دست دادنها باشید، اما من سالیان زیادی هست بی باند و پارتی راه باشکوهی رو طی کردم که اصل شفافیت و جسارت بود.
ایشون با این استوری باعث شدن برای همیشه به هر جنبش فمینیستی بگم نه. مردم بازیچه نیستن، آبروی آدم ها هم همچنین. خانم بازیگر زمانی که 19 ساله بود تنها فرزندش اشکان رو به دنیا میاره. بعد از 5 سال زمانی که پسرش 5 ساله بود طلاق میگیره. او در مورد طلاقش در مصاحبه‌ای گفته بود: من یه زن 24 ساله بودم که یک بچه 5 ساله داشت و در اون زمان کلی از آرزوهام خراب شده بود. البته این شکست برای من یک فرصت بزرگ هم به حساب میومد. این موضوع که میخواستم در اون زمان بعد از طلاق هم زن باشم و هم مرد برام خیلی سخت بود و در زمانی که بخوای هم مرد و هم زن باشی باعث میشه شخصیت انسان دچار تکرار بشه و برای من این اتفاق خیلی سخت و تلخ بود. حالا بعد از مدت‌ها که پسرش بزرگ شده خودش در مورد رابطش با اشکان میگه: به دلیل اینکه هیچ دروغی بین من و پسرم وجود نداره، رابطه ما رابطه درستیه. ممکنه برخی مواقع به خاطر گفتن حقیقت رنج بکشیم، ولی مهم اینه که دروغ نمیگیم. رابطه من و اشکان همیشه مثل یک مادر و فرزند نبوده. بعضی وقتها مادرش هستم، گاهی وقتها به عنوان خواهرش بودم و خیلی مواقع هم پیش اومده به عنوان دوست صمیمیش بودم. خانم قاضیانی در واکنش به نمایش عکس‌های کودکیش بدون اجازه‌اش در قسمت اخیر سریال خونسرد با لحنی تند و اعتراضی در صفحه اینستاگرامش نوشت: روز ملی سینما رو به سارقان عکس کودکیم از آرشیو اینستاگرام شخصیم تسلیت میگم. به عوامل سریال خونسرد، نبوغ شما سر پدر و مادر منو چی کار داشتین؟ خرجش یه عکاسی بود. ممنون از هانیه خطیبی از آمریکا که پیامو رسوند. در حالی که این اعتراض در میان اهالی سینما و علاقمندان سریال‌های نمایش خانگی بازتاب بسیار زیادی داشته، عوامل این سریال هنوز واکنشی نشون ندادن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.